شما بیننده حاشیه نیوز هستید. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. عجیب ترین ها همیشه برای ما جالب هستند، مخصوصاً اگر قرار باشد در مورد سلاح‌های جنگی صحبت کنیم. به گزارش آلامتو، به نقل از گجت نیوز، از ابتدای تاریخ انسان‌ها همواره در صدد کشتار یکدیگر بودند و در این راه سلاح‌های هوشمندانه و گاهی هم احمقانه خلق کردند. در این ویدیو شما با چند سلاح عجیب ساخته دست بشر آشنا خواهید شد. سگ روباتیک. در حالی که سگ‌ها معمولاً در نبرد وظایفی مانند پیدا کردن بمب را بر عهده دارند، این بار کمپانی بوستون داینامیکس با الهام از این حیوانات یک سگ باربر روباتیک به نام بیگ داگ ساخته است. این ربات بزرگ برای عبور از عوارض ناهموار و سخت و حمل بارهای سنگین برای سربازان طراحی شده‌اند و هم‌اکنون توسط ارتش آمریکا در حال آزمایش در افغانستان است. بیگ داگ بسیار پر سر و صدا است و راه رفتن عجیب این سگ روباتیک بیشتر شبیه به سگ‌های نمایشی است تا راه رفتن عادی و به همین دلیل خیلی پنهانکار و چابک نیست. اما هدف این هیولای 109 کیلویی چابکی یا ساکت بودن نیست، بلکه هم کردن محموله‌های تا 45 کیلوگرم است. با این حال ارتش آمریکا خیلی از این ربات راضی نبوده و معتقد است که اندازه و سر و صدای آن محل سربازان را لو می‌دهد. اسلحه کور کننده. این سلاح عجیب کسی را نمی کشد، بلکه تنها با اشعه لیزر موقتا هدف را کور می کند. این اسلحه که فیزر نام دارد برای این طراحی شده تا به چشم تابانده شده و موجب کوری موقت شود. هدف از این کار متوقف کردن خلافکارها و یا هر کسی که به اندازه کافی برای دستگیر کردن خطرناک باشد است. البته این سلاح یک مشکل کوچک دارد و آن هم این است که سازمان ملل بر اساس کنوانسیون ژنو استفاده از تسلیحات کور کننده را منع کرده است. کانال پلاسمای القا شده با لیزر. مهندسان در مرکز تحقیقاتی پیکاتینی آرسنال در نیوجرسی سلاحی طراحی کردند که در طول اشعه لیزر صاعقه ایجاد می کند. کانال پلاسمای القا شده با لیزر همانطور که از نامش پیداست می تواند بر علیه هر هدفی که رسانایش از هوا و زمین بیشتر باشد استفاده شود. با استفاده از نور لیزری که شدت و انرژی زیادی دارد می توان صاعقه را در یک مسیر مستقیم و قابل تنظیم ایجاد کرد تا به صورت دقیق به هدفی از پیش تعیین شده برخورد کند. بمب خفاشی. در زمان جنگ جهانی دوم ایده یک سلاح عجیب به تفنگداران دریایی آمریکا پیشنهاد شد و آن آموزش دادن خفاش‌ها به عنوان عامل انتحاری بود. این ایده برای اولین بار توسط یک دندانپزشک ساکن پنسیلوانیا ارائه شد که آن را از غارهای پر از خفاش در پارک ملی حفره‌های کارل زیت و نیومکزیکو الهام گرفته بود. هدف این بود که این موجودات را به مواد منفجره مجهز کنند و برای پیدا کردن اهداف با استفاده از توانایی فرستادن و دریافت امواج صوتیشان آنها را آموزش دهند. پس از اینکه ارتش از هزاران خفاش دمازاد در آزمایشات خود استفاده کرد، مقامات آمریکا این پروژه را به نفع ساخت بمب اتم کنار گذاشتند. بمب هدایت شونده توسط کبوتر. خفاش ها تنها موجوداتی نبودند که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفتند. در پروژه دیگری که پروژه کبوتر نام گرفت، تلاش هایی برای تولید بمب هدایت شونده توسط کبوترها انجام گرفت. این پرنده ها با استفاده از جعبه معروف اسکینر آموزش دیدند تا هدف را در یک صفحه نمایش که درون جعبه تعبیه شده بود پیدا کنند و پس از پیدا کردنش به آن نوک بزنند. این پروژه در سال 1944 کنسل شد و بار دیگر در سال 1948 با نام پروژه اورکن ایجاد شد. اما در نهایت با ورود بمب های مجهز به سامانه های هدایت الکترونیکی، پروژه این سلاح عجیب هم کنار گذاشته شد. دلفین های نظامی. شوروی هم علاقه زیادی به استفاده از حیوانات به عنوان جنگ افزار داشت و موجودی که آن را انتخاب کرد دلفین بود.
در دهه 60 پروژه‌ای با هدف آموزش این موجودات برای انجام وظایفی نظیر پیدا کردن مواد منفجره در زیر آب آغاز شد. روسیه اما تنها کشوری نیست که دلفین‌ها را با هدف نظامی آموزش می‌دهد، بلکه آمریکا هم برنامه آموزش دلفین خود را دارد. البته قرار نیست این آبزیان دوست داشتنی هیچ گونه سلاح کشنده‌ای حمل کنند، زیرا توانایی تشخیص دوست از دشمن را ندارند. سلاح هسته‌ای مرغی. بریتانیا در اوج جنگ سرد یک سلاح هسته‌ای عظیم 8 تنی به نام طاووس آبی ساخت. این سلاح یک مین هسته‌ای بود که قرار بود در آلمان قرار گیرد و در صورتی که شوروی از شرق به اروپا حمله کرد منفجر شود. مشکل اینجا بود که زمین در زمستان به شدت سرد می‌شد و باعث می‌شد که اجزای درون مین کار نکنند. اما چه چیزی این مین را به یک سلاح عجیب بدل می‌کرد؟ یکی از پیشنهادات عجیب و غریب این بود که این مین را با استفاده از مرغ‌ها گرم کنند. مرغ‌ها درون پوست مین قرار می‌گرفتند و غذا و آب و اکسیژن کافی برای یک هفته در اختیارشان قرار می‌گرفت. در نهایت اما این پروژه به دلیل نگرانی در مورد به هوا رفتن میزان زیادی از ذرات آلوده به موارد رادیواکتیو کنار گذاشته شد. ابر سربازها. یکی از راه‌های ایجاد ارتشی مرگبار خلق سربازان شکست ناپذیر است. آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته آمریکا مدت هاست بر روی پروژه‌ای برای خلق سربازانی نامیرا یا مقاوم‌تر در برابر حملات کار می‌کند. این سربازان باید بتوانند برای مدت‌های طولانی‌تر در مقابل چالش‌های به شدت دشوار محیطی دوام بیاورند. یکی از این برنامه‌ها به نام زره درونی بر روی خصوصیات ژنتیکی تحقق می‌کند که به گونه‌های نظیر فوک‌های بندرگاه یا آرکی باکتری‌ها اجازه می‌دهد برای مدت‌های طولانی بدون توقف کار کنند، در زیر آب بدون اکسیژن دوام بیاورند و بدون اینکه تحت تأثیر اثرات سلاح‌های شیمیایی یا رادیواکتیو قرار بگیرند از آنها نجات پیدا کنند. هدف نهایی آن دستکاری نورون‌ها و یا تولید ویتامین‌هایی است که قدرت‌های گفته شده را به انسان ببخشد. بمب بی‌زد. حتما لازم نیست که یک سلاح عجیب باعث آسیب فیزیکی شود. گاهی هم سلاح‌ها می‌توانند ذهن را هدف قرار دهند. در دهه 50 میلادی سازمان سیا در جریان پروژه بدنام MK اولترا در مورد استفاده از مواد محرک روانی مانند LSD پروژه‌هایی انجام داد. یکی از سلاح‌های غیرکشنده‌ای که سیا توسعه داد بمب بی‌زد بود. این بمب یک بمب خوشه‌ای بود که با هالوسینوژن 3 کلونوکلیدیلینیل بنزیلات پر می‌شد. یکی از داوطلبانی که این ماده برای وی آزمایش شده بود، عوارضی مانند رویاهای عجیب و غریب، احساس بیقراری، عدم توانایی تمرکز و سردرد را گزارش کرده است. در نهایت این پروژه هم به دلیل قابل اطمینان نبودن اثر روانی بی‌زد کنار گذاشته شد. ناو هواپیما بر یخی. در زمان جنگ جهانی دوم بریتانیا قصد ساخت یک سلاح عجیب یخی را داشت. این ایده استفاده از یک ناو هواپیما برای یخی بود که پروژه هاباکوک نام گرفت. قرار بود مقدار کمی خمیر چوب با یخ ترکیب شود تا ساختاری مستحکم ایجاد شود که البته در عرض چند ماه آب می شد. اما مواد خام کمی نیاز داشت. تعمیر آن ساده بود و به سادگی با آب انجام می شد. در سال 1943 چرچیل اجازه آغاز پروژه را صادر کرد، اما در نهایت مشخص شد که این سلاح خیلی کارا نخواهد بود، چرا که اولا ساخت نیازمند فریزرهای عظیمی بود و ثانیا بسیار سنگین و کند بود و برای جلوگیری از آب شدن باید توسط چوب پنبه عایق می شد. توپ بابل بزرگ. گاهی یک سلاح عجیب نه به خاطر طراحیش بلکه به خاطر اندازه بزرگش لایق این عنوان می شود. در دهه 60 یک مخترع بریتانیایی طرحی از یک ابرتوپ ارائه داد که بسیار عظیم بود. این توپ که بابل نام گرفت لوله ای 156 متری داشت و به قدری بزرگ بود که از فضا قابل رؤیت بود. هرچند که این پروژه هرگز عملی نشد، اما مخترع کانادایی آن جرالد بول بر اساس آن توسعه یک توپ برای دیکتاتور عراق صدام حسین را آغاز کرد و در سال 1988 چندین پیشنمونه ساخته شد. البته هدف نهایی بول فرستادن ماهواره به فضا با استفاده از توپ بود و این توپ ها با توجه به اندازه بزرگ و غیر قابل حرکت بودنشان به عنوان یک سلاح کارای چندانی نداشتند.
این ویدیو هم به پایان رسید. لطفاً با سابسکرایب ما رو همراهی کنید. خدا نگهدار.